سلام استیسی رئیسی، امیدوارم که خوب باشید. با ایرشنی در خدمتون هستیم. میکروفون چرا چند کیلومتر با فاصله داشتی؟ به موزیک نیست. بله، امروز یک همونطور که در تامنیل چیز خواست صدا میداز بیرون. آره، همونطور که در تامنیل دیدید دارن یه نفر میزنن به در. بله، یکی از رفقا به نام یادم رفت اسمشو بذار. بله، چقدر آرش لطفی اومده برای عکس ریاکشن رو رست کرده و اینکه همین دیگه چیزی میمونه برای گفتن. آره، ما دیدیم جالبه. آره، گفتیم دوره هم ببینیم. آره، گفتیم با هم ببینیم. آره، کاملشو و اینکه همین دیگه بریم داشته باشیم اور نات. ما تو تامنیل نیستیم. آره، عکس ما تو تامنیل نیست بچه ها ریاکشن، اما نمیدونم ما رو رست نکردی یعنی ستون. آره، شاید هم مثلا ما داشت شنبه شو داریم. شاید هم نمیخواد کونه ما رو گنده کن. نمیدونم. ولی بریم. این ویدیو صرفا یک شوخی است و جدی نگیر. 100% همین طور خواهد. 100% همین طوره بچه ها. جنگ من یه خب. آره، هدفاوند من گو. 100% همین طوره. ما یه عمری انتقاد کردیم، اگه انتقادی باشه باید جنبهشو داشته باشیم. بله قربان، بله قربان. وقتی میگیم آقا جنبهشو داشته باشید، بله اینو خودمونم داریم یا نه. بله بله بله. بریم آقا، بریم ادامهشو. ادامه که اول شروعش از اول ببینیم دیگه. آره، ما تا یه جایی چی بودیم. آرش لطفی اینجاست. چیزی نمونده به پخش آلبوم پوتک به اسم شاخ قرمز. و خب طبیعتاً قراره بازار ریاکشن کارا خیلی بچه ما لینک خود ویدیو رو هم میذاریم توی آره دیسکریپشن اونجا. لینک بچه ها لینک کامنتمون رو احتمالا میذاریم، یه کامنت میذاریم براش. بله بله، لینک بله. کامنتمون اون یکه، میتونید لایک کنید، میتونید ریپلای بزنید. بله، خود ویدیو رو هم میتونید آره ببینید. همونجا داریم. لیتس گو. آمیدواریم که آرش لطفی عزیز کپی‌رایت یا استرایک به ما نزنه. و من اینجام که اگه شما میخواید ریاکشن ما اگه تون تون پاس کنیم کپی رایت نمیخوریم نه. شروع کنید تا زمان پخش آلبوم شما رو به بهترین نحو آماده بکنم که بشه بل. یکی مثل همین بهترینایی که الان هستن، یکی از اون 11 تا. اول از همه شما به تنها چیزی که نیاز ندارید دانش رپ. عالی، چون ما ریاکتور داریم که فرق صدای فیل و گرگو نمیفهمه. آره، ولی بلونده. بلوند و حضور داره. به تنها چیزی که شما نیاز دارید حضور پررنگتونه و گردنتون. برای هد زدن. آره. یعنی اصلا تو ریاکتور بودن مهم نیست که شما چیز خاصی خیلی ارائه بدید یا کار خاصی بکنید، همین که جزو اولینا باشید عالیه. زندو. یعنی بیبراتتون تو الگوریتم رو میتونید رقابت کنید. دومین چیزی که شما نیاز دارید اینه که محیط رو برای سرویس آماده کنید. چراغا رو خاموش کنید. روشنه. هدستتون رو در بیارید. هدست گوشمونه. داش خدایی ببین الان بذار کنار چجوری با موزیک گیشه ببین بدون هدست. نه دیگه داره میگه که اینا لوازمش اینا لازمه یه کار. نکته طلایی داره ریاکت کردن. یکیش اینه که ببینید خوبا یه گوششون بیرون. ببخشید که نبود. این اصلا نکته دوم این پاز کردنای به موقع است برای فرار از کپی رایت. یعنی هر چند دقیقه بار شما یه پازی بکن روش یه حرفی بزن. خیلی هم کامنتی نداشتی بدی یه پاز کن بگو چی 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 بزن عقب دوباره همون تیکه رو گوش کن. اینجوری شما مشکل کپی رایت هم براتون پیش نمیاد. آرش جهنت سرویس هر 4 ثانیه است. هر 4 ثانیه هست. هر 4 ثانیه باید یعنی چیز بزنن استوب بزنن فکر نکن. ولی اول میگفتن اینجوری خیلی بچه ها این قضیه رو تست کردن. ولی الان زیاد بوله این قضیه خوردن. گاگیرم داره بعضی وقتا مثلا یه ترک برای همه کپی رایت نمیخوره، برای یه نفر کپی رایت میخوره. بعضی وقتا مثلا آره برای یه نفر نمیخوره، برای همه کپی رایت خورده، برای یه نفر نخورده. حالا این شانستونه دیگه. ولی اگه بخوای ربات تشخیص کپی رایت رو دور بزنی هر 4 ثانیه زیر 4 ثانیه 4 ثانیه و 1 نه زیر 4 ثانیه و حساب بزنی اینجوری باز کنی یک شب خواهش میکنم. آره حالا میرسیم به انواع فکر نکنم کسی اینجوری سخت میشه هر مصرع پاس خواهش میکنم. حالا میرسیم به انواع ریاکشن یا مدل هایی که شما میتونید ریاکت بکنید به موزیک که اولینش که طبیعتا سخت ترینش هست و
من اصلا پیشنهادش نمی کنم، اینه که ادا بلدا رو درارید. یعنی خیلی با این فازی که اون چیزی که من میشنوم و تو نمیشنوی، طرف یوز و گوز و یکی میشنوه. آره یارو رحمتی که خاصی داره به کارش ادامه میده. عین چی گفت رحمتی که چرا گفت خیلی ها رفتن دیده شدن پشت بون رحمتی؟ رحمتی کیه؟ باز من 3-4 تا اینا دیدم. زیادن بچه ها؟ نه همین آدم. آه همین آدم. 3-4 تا ازش دیدم. میگفت یه آرتیست دیگه هم بود خیلی معروفه. میگفت این کیه؟ یه دونه احتمالاً خواننده است. فاجعه بود. گفت سروش مازندرانیه و تو ویدیوش از شیر برند کاله استفاده کرده و رئیس کاله هم در مجلس دست داره سروش وصله. آره. بریم یوز و اکسپلور دیدیم آمد چون یوز و گوز و چی گفت یل از ببخشت. من اصلا پیشنهادش نمی کنم، اینه که ادا بلده رو درارید. یعنی خیلی با این فازی که اون چیزی که من میشنوم و تو نمیشنوی، حالا طرف یوز و گوز و یکی میشنوه ولی با این غرور خاصی داره به کارش ادامه میده. عین این معلم ادبیات های دبیرستان ها بودن که میگفت منظور شاعر از عقاید مارکسیستیه. هم گفتی با اون خوش داره میگه مارکسیستیه ولی گفت که امتحان میاد نمره هم دسته اون. او چی شات عوض شد؟ شات عوض شد؟ میرور شد آجی سیستیه ولی میگفت تو امتحان میرور شد نمره هم دسته اون. اینه من خیلی پیشنهادش نمی کنم چون هم خیلی رنگ مو می طلبه همین که تمرکزها رو تو میاد زیاد. آره رو تو میاد زیاد آقا رنگ مو می طلبه این قضیه تمرکزها رو تو تیست گفتم بلند تمرکزها میاد رو تو میاد زیاد دوتا میاد دست دوم که من خیلی میپسندم و به شما و عزیزانم پیشنهادش میکنم اینی که هی هت بزنید با آهنگ، یعنی همینجور فقط هی هر چند ثانیه بارم بگید او بزن عقب دوباره او بزن عقب دوباره او او بعد حالا برای اینکه ویدیوتون یه نواخت نشه یه تکنیک دیگه هستش توی هد زدن، اونم اینجوری که این دندانم شستیم با هم لاب باز اخ سر تکون بده سر تکون بده این یعنی فلو و رایم بابا من این کارم کارو در میاری خیلی مهم جمع میکنی ها این دیگه بوی زنم یه راست میگه تلفیق اولی و دومی روزا کردم مهمون رفاقت بماند این رفت لنتی خونمه واقعا ببخش اگه آبجی ندارم و شوهرت دادم. آجی من با پیش رو دقیقه نمیدم روزا کردم مهمون رفاقت بماند این رفت لنتی خونمه واقعا ببخش اگه آبجی ندارم و شوهرت دادم. اوف بسه من یه سه بارت سانیه این تعریف رو تمجید کنید از آرتیست. هی به به هی به به یعنی چند دقیقه بار پاز میکنه میگه او چی گفت، بعد اونجا ازشون بپرسی چی گفت واقعا نمیتونن بگن چی گفت، فقط تو قسمت اشاره خوبه او چی گفت چی گفت و تو پلی میکنی میری ادامش که اونم خیلی جزء پرطرفدارا و سیف هاست چی گفت. حالا سختی این نوع ریاکشن اینه که شما اصلا نمیتونی نظر بدی راجع به آرتیستی بدی چون بلدش نیستی، یعنی همه رو دوست داری. وای از این دستبندا که مده داره. کدوم دستبندا که مده؟ یه دونه سیم تلفنیه، بالای سیم تلفنی بنده پشمون نیدم. یعنی چه سیم تلفن داری؟ بالای سیم تلفن مثل اون دختری میمونی که همه میگه مال تو از همه بزرگتره. دروغه ولی چون رو دوست دارم باورش کنم باورش میکنم. البته برای زندگی خودتونم خوبه، خیلی مثبت نگر میشه، اصلا کامنت بدی نمیتونید به کسی بدید، طول عمرتون هم بیشتر میشه. اعصاب نمیدونی چیه این اعصاب. آره دیگه از اینم شما سیف تر میخوای، تنها کاری که باید بکنی اینه که میبینی چیو
آها بد جایی حاجی. آره. من این ورشم آهنگ که میاد باش برقصی، یه نه کاری داری چی گفت، آره فهمیدم، نه کاری داری کی گفت، نه کاری داری چرا گفت، نه کاری داری به کی گفت، شما هر چی شد میرقصی. از این رپ ده کار باید جمع بشه برم خونم، شیش تا رو خب با بمیشه بعد خواب اندری میدرد خونم چیه پاس میدم بفرمونم نمونه کف صندوق و کمر کرد کار جمع ولی در کل تو خونه کل مزمده ایجا بود اونجا. خب البته این نکته رو باید در نظر بگیریم که همیشه که آهنگا شاد نیستن، یه سری آهنگا اصلا ناراحتن. آره اینو چرا شما اونا ناراحت برقص دهنت و دست آمدی آخری که من به ذهنم میرسه حس میکنم تک تک پارتا رو میدونم به کیا گفت. آره تقریبا و دست آمدی آخری که من به ذهنم میرسه اینه که شما هر چیزی آرتیست گفت این حرکاتی که این لابلا گفت ما هم انجام دادیم. آره بعد البته خیلی عکس بدن میخواستم آخر ویدیو بگم بچه ها فکر میکنید کدومش بیشتر ما انجام دادیم. باله بگم. میرسه اینه که شما هر چیزی آرتیست گفت. آره بچه ها از الان بس دقت کنید که ببینید کدومش یا برگردید دوباره ببینید. آره یا برگردید دوباره ببینید دیگه. آره بگید کدوم ها رو بیشتر ببینید کدومش به ما بیشتر میخورد. بعد البته خیلی عکس بدن ما چون ما خودشیم دیگه، یعنی خودمونیم دیگه، نمیتونیم بفهمیم که آره از درون نمیشه، از بیرون باید ببینیم چه شکلی ایم. از درون که چون میدونی واقعا مثلا من اگه کاری کنم دست خودم نیست آجی. بابا واکنشمه میدونی. بابا یه واکنشم بهبه. بابا این داره این نگفت نه شد نه ما در قسمت بعدی میگه عالی شد. اینا هم توش مهمه که اینی که وقتی مثلا یه چیزی گفت میدونم نفهمیدی ولی یه لبخندی بزن که انگاری غرق فلسفه شدی. چی شد؟ بعد البته خیلی عکس بدن اینا هم توش مهمه که اینی که وقتی مثلا یه چیزی گفت میدونم فقط و دست آمدی آخری که من به ذهنم میرسه اینه که شما هر چیزی آرتیست گفت فقط تکرار کنید. بعد البته خیلی عکس بدن اینا هم توش مهمه که اینی که وقتی مثلا یه چیزی گفت میدونم نفهمیدی عکس بدن لبخندی بزن که انگاری غرق فلسفه عکس العمل فکر کنم منظورش بود. آره صفش شدی عکت بدن عکس بدن. آره بادی لنگویج خود زنده زبان بدن ببخشید. چی گفت این چی گفت با اون فرق داره ها. اون میگفت اوف چی گفت، یعنی تو در رفته تو دی ان ایت که اون چی گفت. جی میکروفونت هم پاز میزنم کپی رایت نه ریزر میزره میکروفونه ریزر قرار درگیر شیم. برامه این توی چیزانی برامه من اینجا چه حرف نمیزم. من حس میکنم آرتیست داره صبرمونو اندازه بشمار. خوابش میبره خوابید یه جا تو اینترو هشمای واقعا چرا که کسیه کپی رایت نخوره کوها در رای آسمونه کوها در رای آسمونه خورجین چرم رو الاغ کور مردم مرعو خورجین چند الاغ کور داداش اینو نگو بازه رو الاغ کور مردم مرعو خورجین چرم رو الاغ کور پادشاه زور محفظه تنگه و تعدادمون زیاد نمونده بینمون محفظه تنگه تعدادمون زیاده مرسی که اینو توضیح دادی بهرام مرسی بهرام همه رویدن خاک و خون کسی بس نیست به جای تو آسمون علف هرزه که میپیچه به ساقمون و کن شده میگه کسی وصل نیست به آسمون علف هرزه که میپیچه به ساقمون ساقمون مثل همون باغبونه تو آسمونه کن شده دیگه قیچیه. واقعا من بعد این ویدیو باید یه بار برم تنها این ترک رو دوباره گوش کنم. باغبون ببین همه ترسیدن منم ترسیدم ولی کنجکاوم میخواست همه ترسیدن منم ترسیدم ولی کنجکاوم
استم ترسامو تو میکنم ببینم چی میچسبه ته. نه راست میگه، تو این سبک هر 4 ثانیه پازه. آره قشنگ یکی دو بیت میگه تو 4 ثانیه. میخواست همه ترسیدن، منم ترسیدم ولی کنجکاوم. استم ترسامو تو میکنم ببینم چی میچسبه ته قلابم. زیدم سنگین بود منو کشید تو. زیدم سنگین بود. نمیخوام گوش بدم. زیدم سنگین بود. وای خدا. چی تو؟ زیدم سنگین بود. نتونست با چهره جدی ادامه بده. زیدم سنگین بود منو کشید تو. توضیح نده لاغر. کم داره این جمله. نمیدونم شما تجربه شده داشتین. زید سنگین واقعا میکشه تو. من نشو دهنت سرویسه سر. من یادم ریاکشن افتادم که گوزو داشت تفسیر میگه. یارو اینجوری بود. میدونی یعنی چی که گوزه لندن میگن مثلا. چون دیگه بالاخره میگن تو گوزه کدوم کنی دیگه. میگه من گوزه ایرانم. این دار میگه من گوزه ایرانم. خواهی یه دونه اقعب بکشت. ما خودمونم این لاینه ازت داشتیم. ولی من یاد اون افتادم خدا. یوز و گوز دیگه زیدم سنگینه رو داره توضیح میده واقعا. چرا؟ حتی شک نکرده. چرا بهرام با بگه زید همونو دارم. زیدم سنگین بود منو کشید تو. واقعا اون جمله این جمله کجا زید سنگین واقعا میکشتت. من نشد کردم و افتادم. میگه نشد کردن افتادم. من تا وقتی میترسم هستم. من تا وقتی میترسم آزادم. اینجا من یه پاس میزدی میگوتی وای وای. من تا وقتی میترسم آزادم. من تا میترسم آزادم. خب بچه ها این بود از ویدیو این که چجوری میتونیم ریاکشن بشیم. ما هم با ریاکشن کارا اومدم دوست داشته باشید. ما اول ویدیو قطعا همچین جمله دیدید که شوخی بوده. من گفتم انتهای ویدیو بله. آقا تو خودت جنبه داشته باشین شوخیه. آقا چرا ما با تو کامیونیتی ایران هی بگیم فارسی هی بگیم که آقا شوخی شوخیه دیگه داشت با تبر نزده تو کمرت. بعد مثلا خالی هم که نبازید که واقعیت ها رو بود فکت گود از ثانیه به ثانیه فکت دونه. آره خندی حاجی پاره شدیم. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود بچه ها. بذار بالا پایانش کوالیتی خوبی داره واقعا. آره همیشم واقعا کوالیتی خوبی داره. واقعا کوالیتیت خوبه. ستونم جوکای زیبایی میگی با سوژه‌های قشنگی واقعا. قشنگ ولی خنده رو نگه داری تو آره مخاطب تو آرتیست. آره و اینکه ادامه بده دیگه ستون. من چرا میده خب مثلا ادامه میده. ادامه میده بله. صد نده مثلا پاره شدی مثلا میکروفون ریزه خریدی که ادامه بدی دیگه. بله بله. یه تکراری بکنم که نامه شد حاجی. اون بکگرانده اون کتابا اونجا چی هن؟ من دیدم تو برنامه بعضی ها بکگراندشون توی همون با فاصله کتاب میچینن. بعد اصلا کتاب آشپزی دوشه از اون ربطی نداره فقط برای دکوره. یعنی کتاب آشپزی خانه داری و مثلا اما کتابایی که اصلا ربطی به قضیه نداره. همون اون پشت اون کتابایی چی هست دکوره یا واقعا خونده شده دکوره یا واقعا مثلا آره یا واقعا مثلا هدفی داشته خریدنش. البته واسه دکور هم باشه هدفی داشته خریدنش دیگه. ولی منظور این که خوانده شدن خوانده شدن هدفی داشته خوانده شدن. آره کتاب آشپزی هم کتابا یا نه یارو چهار تا کتاب آشپزی اومدی واسه تو دکور. بعد چرا یکیش قرمز بود مثلا یکی سفید بود که تو دکور نمای خوبی داشته باشه. باش من این کتاب رو میخواستم. آره. چند نه ما خوش رنگه دیگه خوش رنگه. آره دقیقا همینطور. خب دوخیه اصلا گار نگیرید. آقا آرش رو در یابید. آرش 20 و اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما حتما لایک کنید. حالا نمیدونیم دیدگاهش نسبت به ما چیه چون اما عکسمون تو تامنیل نبود. آره آره همین که اولین باره به خودش شاهده با هم. آره با هم که هنوز ارتباط نگرفتیم. ارتباطی هم نداریم. آره داریم ویدیو رو میبینیم و اینا نمیدونیم مثلا گاردش با ما چیه ولی چیزی که ما الان داریم میبینیم باحال بود و خوشمون اومد. آره آره واقعا امیدواریم هم که امیدواریم هم که آرش هم ما بعدت نیاد زیاد سودونم. ما دوست داریم رست ریاکشن کار باحاله. نه کلا کارش اینجوریه رست و ایناست. آره رست و ایناست. رست خفنی هم داره. آره
رست میکنه که به بیف فرست. بچه کجاهاش بچه کجاهاش بیشتر به ما میخورد؟ آره این حتما بگید رو چطور کامنت بذارید. اگه دلتون می‌خواد ویدیو بیشتری از من ببینید حتما از من چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید. خیلی متشکرم. چند روز دیگه می‌بینم تو. تاتو بچه آرشو دریابید. آرشو دریابید. تاتو ادامه زندگی با حال دوستامونو. کدوم؟ یه نقطه یه دونه. یه واره یعنی کسی که یک بار زندگی به فکر خودکشی کردن افتاده. یک بار ناامید شد از زندگی ولی ادامه داد. حالا نمیدونم. ادامه داده بله. مثلا چون جاش هم درسته فکر کن اینجا می‌ذارن اکثر. مسلمان میدونسته که چی زده دیگه. بله آلوان دم یکایی که تون گرم مزید دارم شد برنامه با ما همراه بودید مثل همیشه لابی گایز. بوسه بعد به بوسه یه پیره مرد خسته بود. آقا یه کامنت میذاریم سم خالص بچه ها. آره. هم ریپلای کنید هم لایک بکنید دیگه عشق دلید دریابید ستون ها دوستتون داریم زیاد عشق دلید به چشماتون خیلی میاد جاتون قلب ماست. Peace out.